با اون برنامه را شروع بکنم. ایران قراردادش رو با توتال امروز امضا کرده و من همون صبح که مقاله رو میخوندم زیرش دیدم کامنت هایی که مردم گذاشتن، نمیدونم صحبت های 51% توتال و اینا. مردم عادی زود دلنگران میشن که آقا این قراردادا چی جوریه، چرا خارجی 51%؟ دلم میخواد در این زمینه شما یه توضیح بفرمایید و بینندگان ما رو آشنا بکنید با این قرارداد نزدیک 5 میلیارد دلاری که ایران با توتال امضا شده. بفهمید خواهش می‌کنم. از بکنم منظورتون 5 میلیارد دلار؟ میلیارد بله عرض کردم، بله 5 میلیارد دلار، بله بله درسته 5 میلیارد. بله عرض بکنم که قربون سابقه فعالیت توتال، همکاری توتال با نفت و گاز ایران طولانی است. قبلا توتال در فاز 2-3 پارس جنوبی قرار بر سرمایه گذاری داشت، قرار بود 10 میلیارد دلار سرمایه گذاری بکنه، ولی با آغاز تحریم ها ناگزیر از اون پس کشید و اجرا نکرد برنامه رو. بعد از اون عرض کنم خب جمهوری اسلامی در صدد این هست که اینا رو جلب بکنه و بتونه صنعت نفت و گاز رو را بندازه، به ویژه بعد از رفع شدن تحریم های نفت و گاز دلش میخواد به بازار برگرده و در واقع این عمده محل درآمد رو تامین بکنه. به این ترتیب شرکت های بزرگی عرض کنم مورد دعوت و وسوسه جمهوری اسلامی هستند. وزارت نفت در این زمینه بسیار فعال بوده و با تنظیم قرارداد دیگری که قرارداد جدیدی که به عنوان قرارداد جدید نفتی ایران هست شرایط بهتری رو تنظیم کرده و شرکت خارجی که اینا بتونند جلب بشن و بیان فعالیت بکنن. طبق این قرارداد که از این قرارداد ما در واقع چارچوب اساسیش رو در دست داریم و برخی سوال ها هنوز معلوم نیست برای که متن دقیقی از این قرارداد منتشر نشده، اینا رو موکول کردن به مذاکره طرفین تا وقتی مذاکره انجام گرفت اون قسمت رو پر بکنن. ولی موارد اساسی در تفاوت با قرارداد بیع متقابل که قبلا بود این هست که در این قراردادهای نوع جدید مدت قرارداد طولانی است. به جای 2-3 سال 5 سال تا 20 سال طول داره قرارداد، یعنی شرکت قرارداد شرکتی قرارداد میبنده تا 20 سال به اون زمینه دسترس داره و اگر در 20 سال انجام نگرفت هر علتی قابل تمدید هم هست، میشود 5 سال دیگر تمدید کرد. اگر در اون مدت تعیین شده سرمایه‌ای که گذاشته برگشت ناپذیر بود، برنگشت، دولت ایران وزارت نفت این رو تضمین میکند که قرارداد دیگر یا زمینه دیگری رو به همون شرکت واگذار بکند تا بتونه سرمایه‌اش رو به دست بیاره. به این ترتیب شرایط بهتری برای شرکت خارجی وجود داره، ولی در این مذاکرات که با توتال انجام گرفته که قرار است این بار در فاز عرض کنم 11 پارس جنوبی روی نفت و گاز عمل بکنه، از قرار معلوم تخفیف های مشخص و چشمگیری هم به توتال قائل شدن تا بتونه در اینجا جلب بشه و بیاد به همکاری. منتها هنوز چون سایه تحریم ها به ویژه سایه عودت، سایه برگشت برخی تحریم ها از سوی آمریکا وجود داره و تهدید میکنه، شرکت توتال متعهد شده است که حدود 1 میلیارد دلار از این 4.5 میلیارد دلار رو سرمایه گذاری بکنه و منتظر اوضاع احوال باشه. به این ترتیب آغاز خوبی است و وزارت نفت ایران از این مسئله استقبال میکند و قطعا اگر مشکلی پیش نیاد توتال هم از این مسئله خوشحال خواهد بود. این خلاصه داستانی است که آقای دکتر منصور میخوام نگرانی مردم عادی عرض کردم. همین زیر مقاله من یه 3-4 کامنت دیدم همه این هم بود، چون ایرانی ها خب آدم عادی مثل من که اقتصاد نمیدونه، همیشه ما قدیما میگفتم خیلی ساده 51%، 49% نمیدونم تصمیم گیرنده ما ایم، این 51 نمیدونم ایران 30%. من احساس کردم مردم عادی رو وقتی 4 کامنت دیدم دل نگران کرده. شما در این مورد دلم میخواد که برای اون هموطن نگرانمون یه توضیح بدین که به چه شکل. ببینید بالاخره در معامله اگر طرف رو شما نتونید جلب کنید به جایی نمیرسید. ایران ناگزیره،
یعنی شرکتی که قرارداد ببنده میخواد که اختیار تصمیم گیری در دست او باشه در این زمینه، و ایران هم از سر ناگزیری تن بهش میده، قبول میکنه، برای که ابتکار دستونه. این شرکت، شرکت های خارجی هم از نظر سرمایه مالی، هم از نظر سرمایه مدیریتی و هم از نظر سرمایه فنی و علمی برتری دارن به طرف ایران. در ایران طرف قرارداد ایران که شرکت ایرانی است، اینها معمولا حدودشون چندان در این قراردادها تعریف شده نیست، یعنی معلوم نیست که این ایران که در اونجا شرکت میکنه آیا سرمایه مدیریتی داره یا نداره، یعنی توان همکاری با شرکت خارجی رو داره یا نداره از ساختار مدیریت، فنون مدیریت، و همینطور از نظر دانش فنی قدر مسلم دانش شرکت خارجی رو نداره. به این ترتیب از این نظرها طرف ایران در موضع ضعیفی است و ناگزیر باید مزایایی رو برای طرف مقابل تامین کنه که اونا جلب بشن، و این یکی از اوناست. شرکت خارجی تصمیم گیری در موارد اجرای قرارداد رو، چه مدتی سرمایه گذاری میکنه، کجا سرمایه گذاری میکنه، از کدوم تکنولوژی استفاده میکنه، اینها رو بخواد در اختیار خودش داشته باشه و در دست طرف دیگری که این تسلط رو نداره نگذاره. بله. علت این 51% رو پذیرفتن همینه. به این شکله. آقای دکتر، آقای بیژن زنگنه وزیر نفت در من دیدم گفتن که ایران در 25 سال آیا همچیزی 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنایع نفت نیاز. اصلا این امکان پذیر هست؟ فکر میکنین که در این شکی نیست که در سالها، در 20 سال گذشته، در سرمایه گذاری زیادی در صنایع نفت نشده؟ درست. در این زمینه دارم میخواد یه توضیح بفرمایید. بفرمایید صنایع نفت ایران از یابی که وزارت نفت انجام داده تا حدود 500 میلیارد دلار نیاز به سرمایه گذاری دارن در حال کلی، و اینو زمانبندی کردن. مثلا برای سال اول آقای وزیر نفت برنامه شون این بود که حدود 25 میلیارد دلار بتونه جذب کنه. کار ساده ای نیست جذب سرمایه خارجی. عنایت بفرمایید که از سرمایه تقریبا قریب 2 تریلیون دلاری خارجی که در جهان سرمایه گذاری میشه هر سال، سهم ایران سال گذشته فقط 3.5 میلیارد دلار بوده، در حالی که عربستان سعودی حدود 15.5 میلیارد دلار، مصر در همین حدود، و ترکیه حدود 17 میلیارد دلار از این سرمایه جذب کردن. ایران در جذب سرمایه به هیچ وجه موفق نبوده، برای اینکه زیر ساخت لازم برای جلب سرمایه رو نداره، امنیت لازم برای جلب سرمایه رو نداره، قوانین مساعد برای جلب سرمایه رو نداره، به ویژه بازار آزاد در رقابتی نداره. اونی که وارد سرمایه گذاری میشه با شرکت های از کنم سپاهی و امنیتی در بازار روبرو میشه که به هیچ وجه آماده همکاری با اونا نیستن، و اینا رو در معرض قرار گرفتن در زیر ساطور تحریم ها میبره. به این ترتیب از سرمایه گذاری خارجی در ایران کم بوده. این 200 میلیارد برنامه میان مدته که اگر بتونند در این صورت، بله، ایران نیازش بسیار بالاتر از نفت و نیازی که در صنایع گاز وجود داره، نیازی که در صنایع نفت وجود داره به تفکیک ارزیابی شدن. به این ترتیب ایران نیازش یک طرفه، و اینکه چگونه می شود این نیازها رو پوشش داد از با سرمایه خارجی مسئله دیگری است که وزارت نفت اونی که از دست اون برمیاد انجام میده، ولی مسائل بسیار بزرگتری باید حل بشود که سرمایه خارجی بتونه وارد ایران بشه، و هنوز اون مسائل اساسی در ایران حل شده نیست. ممنونم. من از بینندگان ارجمند خواهش میکنم مثل روال همیشه برنامه، اگر در اسکایپ، در مسنجر، برنامه اونایی که میدونم دوستانی که علاقمند هستن دارن اطلاعات منو، تلگرام اینا، سوال اقتصادی در رابطه با مسائل کشورمون باشه که بتونم از با دکتر منصور در میان بگذارم در طول برنامه، حتما بفرستید. با کمال میل با دکتر منصور در میون میگذارم. دلم میخواد این بخش رو به قولی پاس بدم به دکتر، به آقای افشینجم. ایشون مدتی در این زمینه کار کردن. این سوال اتفاق غم انگیز برای که در داخل کشور ما این مؤسسات مالی که هر روز فیلماشو داریم میبینین، پولهای مردم رو معلوم نیست چی شده، مردم به دار و ندار زندگیشونو
به خاطر 5-6%، 10%، 8%، هرچی سود بیشتر در این بانک ها گذاشتن و متاسفانه امروز کسی پاسخگو نیست. دلم میخواد آقای افشینجم این رو با دکتر منصور باز بکنن این برنامه رو. آقای افشینجم بفرمین. آقای دکتر، این قسمت آخر فرمایشتون راجع به امنیت مالی اشاره فرمودین. یادمه که هفته پیش در نشستی که FATF داشت که در مادرید در اسپانیا بود راجع به پولشویی اشتباه حضورتون مطرح شد و ظاهراً یک سال به ایران فرصت داده بودن که کارها شد انجام بده و بتونه جزو جامعه جهانی قرار بگیره و تا اونجایی که من خبردار شدم این که ظاهراً ایران به تعهداتی که داده بوده عمل نکرده. آیا جناب علی در اطلاع بیشتری راجع به موضوع داریم بفرمایید که من سوال بعدی رو که آقای فتی گفتن مطرح بکنم؟ از بکنم این سازمان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تا فاکشن داره. از 1989 دایر شده و به عضویت سازمان ملل در اومده، مورد قبول تمام کشورهای جهان قرار گرفته. این دو تا وظیفه رو بر خود تعریف کرده، یکی اینکه از پولشویی جلوگیری بکنه. و برای فقط تعریف مختصری بدم، پولشویی یعنی پول آلوده رو، پولی که از منابع غیر قانونی به دست میاد بهش میگن پول کثیف، یعنی پولی که از قاچاق مواد مخدر به دست میاد، پولی که از قاچاق انسان، از فروش اعضای انسان و پولی که از ترافیک، از حمل و نقل، عرض کنم سکس در کشورهای مختلف انجام میگه به دست میاد، اینها رو به صورت قانونی در بیاره. برای قانونی کردن این پول باید بتونه وارد حساب بانکی بشه. وقتی شما پولی رو میبری به بانک بذارید، بانک از شما میپرسه قبل از این که حساب به شما باز کنه شما رو میشناسه، میدونه که این آقای افشینجم شخصیتشون چی هست، کجا هست، چه کار میکنن، درآمدشون از کجاست. اگر یه پولی ببرید که بالاتر از اون درآمدتون باشه از اون سوال میکنه که پول از کجاست. اینه باید بدونه. به این ترتیب نمیشود از مجاری قانونن تعریف شده پول آلوده رو وارد سیستم بانکی کرد. به این ترتیب بانک هایی که مقید به این امور نیستن، و این مسئله برمیگرده به بحث از کنم اساسی امروز ما، اون بانک هایی مقید به این اصول نیستند، اینا میتونن پول های آلوده رو وارد حساب بانکی کنن، بعد از اون هم از همون بانک وارد بانک معتبر دیگری بکنن پول رو. برای ما وقتی وارد اون بانک معتبر شد، از اونجا خارج شد، از خروجی اون بانک رفت ملکی خرید، یک کسب و کاری عرض کنم روش سرمایه گذاری شد، این پول به صورت پول تمیز در میاد. وظیفه این سازمان این هست که جلوی شستن پول، تمیز کردن پول آلوده رو بگیره. وظیفه دومش همینطور که عرض کردم جلوگیری است از تأمین مالی تروریسم. میدونین تروریسم راه های مختلفی داره برای گرفتن پول. یکی از اینا حساب های بانکی است و کارت های اعتباری است، کارت های مختلف، و امروز از طریق بیت کوین پول های زیادی رو به دست میارن عرض کنم، و بعد البته پول هایی که از طریق چمدون ها بهشون وصلت میده دستشون میرسه، یعنی وارد حساب های بانکی نمیشه. راه های مختلف داره، یعنی طریق افرادی به عنوان خیریه در اختیارشون گذاشته میشه، در حقیقت کار خیریه نمی کنن، کار نقل و انتقال پول به تروریست انجام میدن. در این کشورهایی که ما هستیم سازمانهایی به نام مثلا کمک به مسلمین، کمک به کودکان محروم، به بیماران پول جمع میکنن، بعد معلوم شده که برخی از اینا نسبتی دارن با برخی سازمانهای تروریستی و پول رو به اون تحویل اونها میدن. به این ترتیب در این زمینه ها دهنده پول و گیرنده پول هر دو مسئولند و تحت تعقیب دستگاه های امنیتی و پولی کشورها قرار میگیرن. عرض کنم ایران دولت سال گذشته بود، یعنی سال 2016 دولت ایران وعده کرد که اقدامات لازم رو انجام خواهد داد برای اینکه در هر دو این زمینه ها روسفید بیاد بیرون. عرض کنم در زمینه پولشویی این دفعه در گزارشی که سازمان مبارزه با یا به اصطلاح سازمان اقدام مالی
گزارش کرده، در گزارش 217 تأکیدش رو گذاشته روی مقوله تأمین مالی تروریسم در مورد ایران. از اون یکی نام مشخص نبرده، ظاهرا از اون بابت زیاد ناراضی نیست. عدم رضایتش اینم عرض کنم که دو ساله نام ایران و کره شمالی در ردیف کشورهایی که زیر ذره‌بین این سازمان قرار دارند قرار گرفته است. عرض کنم در مورد تأمین مالی تروریسم دولت ایران موفقیتی نداشته. دلیلش هم روشنه، برای اینکه تعریفی که دنیای غرب برای تروریسم قائل هست همون تعریفی نیست که جمهوری اسلامی برای خود اتخاذ کرده. یعنی مثلا گروه حماس رو اروپا و آمریکا سازمان تروریستی میشناسه، در حالی جمهوری اسلامی اینو به عنوان سازمان آزادی بخش میشناسه. جهاد اسلامی همینطور، حزب الله همینطور. در نتیجه رسوندن پول به اینها که از ده ها شیبه عموما به صورت چمدون انجام میگیره، یعنی چمدان هایی پر از دلار رو تحویل رهبر حماس میدن، از مرز بدون کنترل میبره بیرون. خب این برای سازمان های اطلاعاتی غرب مشخص است که ایران چیکار میکنه، ولی وعده دولت در این که در این زمینه اصلاح خواهد کرد در واقع از امکانات دولت فراتر میره. شما میدونید که دولت ایران در این موارد که استراتژیکه توان نداره، قدرت اجرایی نداره. تصمیم این امور به دست رهبری، سپاه پاسداران و امنیت دستگاه امنیتی پاسداران و کشور انجام میگیره که ناظر عالی همه اینها رهبر مملکت و نه دولت. به این ترتیب علارغم تمام وعده هایی که دولت و وزیر خارجه کشور میده یا بانک مرکزی کشور میده، اجرای اینها از اختیار دولت ایران بیرونه. آقای دکتر منصور، نکته بسیار جالبی رو مطرح کردین و سوال من اینجا برمیگرده به همین صحبت قبلی شما راجع به توتال صحبت فرمودین و اینکه رقبای دیگه‌ای هم برای توتال نبودن و یکی از مشکلات همین مشکل پولشویی هست که نتونسته ایران مشکلاتش رو حل بکنه که بتونه رقبای دیگه‌ای رو جلب بکنه که بتونه از این فرصت استفاده بهتری ببره و نه اینکه 51% رو بده و در حقیقت حق ویتو همگانه رو داشته باشه. در این فاصله من داشتم روی آماری که داشتم فکر می‌کردم، اینکه همونطور که جناب علی راجع به قاچاق فرمودین، آماری که هست 25 میلیارد دلار در سال قاچاق وارد مرزهای ایران میشه. در مقایسه میخوام عرض بکنم که حدود 20 میلیارد دلار هزینه نظامی ایران هست. شما نظری دارم مقایسه میخوام عرض بکنم که 25 میلیارد دلار به جای 20 میلیارد دلار، خب این یه چیز نیست که چند تا کوله بر از مرزهای عرشبت حضورتون که غربی ما وارد بشن و متاسفانه همونطور که اطلاع دارید پارسال 40 تا کولبر رو کشتن و این حالا با یه مدار سیگار و وحشتو با اینا، این 25 میلیارد دلار شوخی نیست، چیزایی هست که با کشتی وارد میشه، با هواپیماهای نظامی وارد عرشبت که فرودگاه های مخصوص میشه و این واقعا به نظر میرسه، به نظر که نه، در حقیقت این واقعیتی هست که ایران نمیتونه با این وضعیت وارد جامعه جهانی بشه و این مشکلی است که خود همونطور که جناب علی به درستی اشاره فرمودین، این مشکل از رهبری شروع میشه و به پایین میرسه و من هیچ به قول معروف سلویشنی، هیچ اشتباهی که راه رهایی از این موضوع برای کشورمون نمیبینم. میخواستم نظر شما راجع به این چند تا رقم اگر ممکنه توضیح بفرمایید. ببینید این ارقام جناب افشینجم، این ارقام رسمیت داره و ارقام فراتر از این هم ذکر شده. ببینید دولت اعلام کرده که قاچاق رو از 25 میلیارد دلار تا حدود 10-12 میلیارد دلار پایین آورده. این بیان دولتی. ولی در همین مناظره های انتخاباتی آقای هاشمی تبار اعلام کردند که از 114 اسکله مملکت کالای قاچاق وارد کشور میشه. از این اسکله ها حدود 30 تاشون به
به طور رسمی در اختیار سپاه پاسداران هستند که دولت در اونجا هیچ دخالتی نداره و کنترلی نداره. به این ترتیب قاچاق در ایران یه امر بسیار بسیار جو افتاده و جزء ساختار اقتصادی ایران شده است. شما از رقم 20 میلیارد دلار برای بودجه دفاعی ایران صحبت می‌فرمایید. ببینید در مقایسه با اون بخش مخفی اقتصاد، بخش زیرزمینی اقتصاد، بخش غیر قانونی که در عملا عرض کنم در اصول قانون اساسی ایران عملا به رسمیت شناخته شده است، ولی وقتی دولت اقتصاد مملکت رو بیان میکنه، بودجه براش مینویسه، اینها در اونجا حضور ندارن. حدود حداقل 30% تا 40% تولید ملی در اختیار نهاد رهبری است. در حدود 100 شرکت و مؤسسه و نهاد بزرگ برای اینا تسلط دارن. یکی از این نهادهای بزرگ که به مطالعه رویترز در اومد و رویترز با گزارش مفصلش مذکرین در حدود 180-200 صفحه گزارش، در اونجا به رقم 90 میلیارد دلار رسید ثروت موجود فقط در یکی از این نهادها که نهاد اجرایی فرمان امامه و زیر نظر مستقیم رهبره. 90 میلیارد دلار ثروت در اونجا وجود داره که نه به دولت گزارش سود و زیان میده و نه پشیزی مالیات میپردازه. یا آسان قصه رضوی ثروتش بالای یه وقتی که ارزیابی شده بالای 40 میلیارد دلار ارزیابی شد. قطعا امروز با تغییر قیمت ها، اون روز 1000 تومان یه دلار بود وقتی ارزیابی انجام گرفته، حتی اگر همون اندازه بشه امروز بالای 100 میلیارد دلار ثروت داره. و ملاحظه بفرمید فقط رئیس این نهاد، یعنی آقای رئیسی باشه، رئیس این نهاد به حکم رهبری حدود 10% کل درآمد این درآمد خالص نهاد زیر نظر خودشون رو به عنوان پاداش دریافت میکنن. یعنی حقوق ایشون حدود 10% درآمد خالص آسان قصر ازوی. و همینطوری شما این ببینید، یعنی اینایی که از نظام حمایت میکنن و دور رهبری رو میگیرن، مفتی نمیگیرن، حق و حساب حسابی میگیرن. یعنی وقتی نیروی قوه قضاییه زیر نگین رهبری هست و همه چیز ایشون رو تایید میکنه، تنها یک قلم از وصولی ماهانه ایشون سالانه ماهانه 22 میلیارد تومان سود حسابهایی است که در حساب‌های بانکی نیروی قوه قضاییه ریخته میشه و ایشون سودش دریافت میکنه. و وقتی این افشاگری علنی شد، معلوم شد که از 60 اند حساب ایشون حساب سود دریافت میکنه و به حساب شخصی خودش میرسه، ایشون گفت که با موافقت رهبری این کارو میکنه. ملزم بفرمایید در ایران دو تا اقتصاد وجود داره. یک اقتصادی است که دولت در بودجه اعلام میکنه، یک اقتصادی است که وارد بودجه نمیشه. در بودجه خودش دو قسمت داره، یک قسمتی که شرکت‌های دولتی در اونجا وجود دارن و این که شرکت‌های دولتی و بانک‌ها در اونجا هستن در دو حصه از 3 حصه رو تشکیل میده. اون یکی که در واقع بودجه واقعی مملکت اونه، 1/3 بودجه کل کشور است که دولت اعلام میکنه. از این یکی، یعنی از این دو حصه بزرگ که مربوط به شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی شده است، مالیات که دریافت میشه فوق‌العاده ناچیزه. یعنی در حدود 1.5% مالیات جلب میشه از اون طرف، در حالی که کل مالیات 86 هزار میلیارد تومانی از رقم حدود زیر 300 هزار میلیارد تومان بودجه، 86 هزار میلیارد تومان درآمد بودجه تقریبا یک سوم بودجه است، این از کارمندان و کارگران و کسبه اون مملکت جمع آوری میشه، در حالی که دارندگان حدود 650-700 هزار میلیارد تومان بودجه دولتی، اینا فقط 1.5% مالیات میپردازن. به این ترتیب از این نظر در کشور واقعا یک چشمی بگذاریم، ناروایی، یک ظلم، یک چیز غیر عقلایی داره جریان پیدا میکنه. و از این نظر اونایی که پشت این نظام واسدن، همشون پشتشون به این درامت هاست و دستاشون در این زمینه ها بازه. ملاحظه بفرمایید، یعنی تقسیم رانت و عملا در چنین کشوری بودجه تبدیل میشود به یک
دستگاه توزیع رانت. یعنی هر کسی در اونجا سهم خودش میطلبه در بودجه. کافی شما به همین بودجه همین امسال دقت بفرمایید، در اونجا تریلیون ها تومان یعنی هزارها میلیارد تومان با عناوین مختلف تبلیغات اسلامی متعلق میگیره به حدود 30-40 دستگاه. معلوم نیست در کشوری که دولتش اسلامی است یک وزارت ارشاد و تعلیمات اسلامی داره، بودجه معینی داره، چطور میشود که حدود 30-40 سازمان دیگر هر کدوم با نامی دیگر همین اسلام عزیز رو تبلیغ میکنن و برای اون اسلام عزیز میلیاردها تومان بودجه میگیره. ملاحظه بفرمایید، اینا هر کدوم محافل قدرتمندی هستند که سهم شیر از بودجه طلب میکنن و برای نامی میگذارن. مثلا یه بنیاد درست میکنه، بنیاد فاطمه زهرا، یه بنیادی درست میکنه به عنوان اکس وای زد، بنیاد نهج البلاغه، و به نام این نام ها عرض کنم بودجه های کلانی از بودجه رسمی دولت میگیرن. این جنبه رسمی میشه، جنبه های غیر رسمی هم فراوونه. به این ترتیب در ایران دستگاه بودجه دستگاه توزیع رانت هست میان قدرت مداران، و برای اونی که به مردم میرسه برای عرض کنم اجرای پروژه های ملی اینا میرسه فوق العاده ناچیزه. یعنی همین بودجه عمرانی که در بودجه وارد میشه رقمش هم در حدود 40-50 هزار میلیارد تومنه، این بودجه سالهاست که صرف نمیشه، سالهاست که در دوره دولت احمدی نژاد که اصلا مصرف نمیشد روش خط میکردن، در این دوره شروع کردن به اجرای برخی از اینا، ولی این تمام رقم عرض کنم سرمایه گذاری نمیشه. وقتی در کشور شما سرمایه گذاری انجام ندید طبیعی است که آینده رو پیشخور کردید. یعنی کشور نهادهایی رو ساختارهایی که برای تولید باید پدید بیاره پدید نمیاره، آینده از امروز پیشخور شده است. این مشکل اقتصادی ایران. من آقای دکتر خیلی خوشحالم که شما این موشکافی رو انجام دادین و امیدوارم که هموطنان عزیزمون که کنشگر هستن با دیدن این برنامه حالا ما گسترشش خواهیم داد که اینو به گوش هموطنان عزیزمون در داخل برسونن و ببینن که این موضوع فقری که ما الان باهاش روبرو هستیم، این موضوع بیکاری که باهاش روبرو هستیم که الان واقعا معضل عجیبی شده. من یک آماری رو می‌دیدم که بین جوانان 15-29 ساله ما حدود نزدیک 28-29% ما بیکاری داریم و این هیچ راه حلی هم براش وجود قاعدتا نداره، به خاطر همین مسائلی که در این 7-8 دقیقه جناب علی مطرح کردیم، چه از نظر پولشویی و چه از نظر اینکه اون ساختار زیربنای اقتصادی کشور قابل ترمیم نیست، قابل ساخت نیست، به خاطر اینکه هیچ کشوری، هیچ سرمایه گذاری حاضر نیست که بیاد این پولشو در ایران سرمایه گذاری بکنه. همینطوری که خود مردم ایران که سرمایه‌داران ایران هم نمیتونن، به همون که به درستی اشاره فرمودین اقتصاد ایران در حقیقت در دست سپاه و شبت حضورتون اکثریتش دست سپاه و بیت رهبریه و این واقعا تا از ما خورده میگیرن آقای دکتر که چرا ما همیشه راجع به تغییر رژیم صحبت میکنیم، راجع به سرنگونی رژیم صحبت میکنیم، چون با این صحبت هایی که جناب علی فرمودین بلکه بسیار کسانی هستن که راه حلی جز سرنگونی، جز تغییر رژیم دیده نمیشه، برای اینکه این تغییراتی که این مسائلی که جناب علی راجبش اشاره کردین یک مسائل کوچکی نیست که بخواد راجبش بتونیم مطرح بکنیم. میخواستم نظر شما را در این مورد در این چند نکته داشته باشم آقای دکتر. ببینید مسائل بسیار کلانی رو عنوان فرمودید، من به صورت بسیار موجز عرض بکنم. ببینید دولت آقای روحانی در برابر مشکلات عدیده مملکت کمر بست که مسائل را حل کنه. مسائلی که عمده مسئله ای که نامگذاری شد مسئله رکود تورمی بود.
بیان که من وارد عرض کنم بحث علمی و توریک در این قضیه بشم، فقط اشاره کنم که این بیماری بیماری جدیدی است، یعنی تا سال 1970 شناخته نبود. در دهه 70 بود که در انگلستان و آمریکا این بیماری شناخته شد و نام استگفلیشن، یعنی استگفلیشن به علاوه اینفلیشن روش گذاشته شد. عرض کنم این توأم شدن دو تا بیماری با همه، یعنی انگاری که شما برای عفونت رو با عرض کنم با آنتیبیوتیک توأمن، به جای آنکه آنتیبیوتیک عفونت رو سرکوب بکنه آنتیبیوتیک عفونت رو تقویت میکنه. این رو میگیم استگفلیشن. یعنی سیاست های پولی و مالی که دولت میتونه انجام بده اینا بی اثر میشن. دولت در برابر سرکوب کردن رکود راهی جز سرمایه گذاری نداره، تشویق سرمایه گذاری، و برای از بین بردن تورم راهی نداره جز اینکه پول مصرف شده رو کاهش بده. خب ولی وقتی ملزم فرمید، یعنی ما برای سرکوب کردن رکود یک دوز تورمی وارد میکنیم، برای سرکوب کردن تورم یک دوز رکود وارد میکنیم، یعنی این درد درمان اونه، اون که درمان اینه. وقتی اینا توامن ظاهر بشوند درمانی نداره، برای اینکه درد از جای دیگه است. این بود که مکشوف نبود و آقای پول سامیلسون برنده جایزه نوبل اقتصاد آمریکا میگفت که من هر روز که جلوی آینه قرار میگم برای زدن ریشم از خودم خجالت میکشم که ما اقتصاددانان این مملکت درد اقتصادی مملکت رو نمیفهمیم که چیه. ولی در دهه 70 اواخر دهه 70 این کشف شد و بعد از اون دولت ریگن در آمریکا و دولت خانم تاچر در انگلستان کمر بستند که این مشکل حل کنن. کشف داستان این بود که وقتی مکانیزم‌های بازار در برابر سیاست پولی و مالی دولت پاسخ نمیده، یه جایی از ساختار اقتصاد بیماره. یعنی مسئله پولی نیست. در تعریف تورم ما میگیم تورم پدیده پولی است، ولی وقتی که تورم با رکود توامه اونجا دیگه تورم پدیده پولی نیست، پدیده ساختاری است. باید تشخیص بدیم کدومی که ساختارها چگونه بیمار شده و اون ساختار رو معالجه کنیم. برای این اونی که خانم تاچر انجام داد، فقط نمونه‌ای خیلی کوتاه ذکر کنم، ایشون در بریتانیا تمام شرکت‌های بزرگ دولتی رو، ما در اینجا بریتیش ریل داریم، بریتیش تلفن داریم، بریتیش ووتر داریم، بریتیش الکتریسیتی داریم، یعنی تمام شرکت‌های بریتیش کول داریم، تمامی شرکت هایی که متعلق به دولت بریتانیا بودن اینا رو خصوصی کرد، در دست های خصوصی. مثلا سیستم راه آهن انگلستان از زمان تاچر به بعد در دست ده ها شرکت قرار گرفته که با هم از نظر کیفیت استقبال از مسافر، از نظر سرعت، از نظر بهتر کردن سیستم قطارهاشون، از نظر پایین آوردن قیمتاشون با هم رقابت میکنن. نتیجه این رقابت بهبود حال مصرف کننده است و اینکه در اونجا اگر تقاضا کم بشود اینا ناگزیر قیمت پایین میارن، در حالی که شما وقتی کم شدن تقاضا رو در برابر یک سندیکای نیرومند قرار بدید، در انگلستان نمونه رو عرض کنم، بیکاری به 18% رسیده بود ولی موسسه سقوط نمیکرد. خب این یه چیزی خرابه وقتی که این همه بیکاری وجود داره، اصولا ما دستمزد بیفته تا استخدام جدید میسر بشه، این عملی نمیشد. همین دور در قیمت ها، قیمت بالاست، اگر مردم توان خرید ندارن قیمت ها نمیافتن. در ایران امروز اینطوریه، مردم توان خرید ندارن ولی قیمت هر روز بالا میره. خب این رکود تورم است. داستان را اینجا کوتاه بکنم، نقطه بگذارم، برگردم به اینکه دولت روحانی چه مشکلی داشت و چه کار کرد. دولت روحانی چندین مشاور اقتصادی قابل احترام داره، نظرهای اقتصادی مربوط میگم برخلاف دولت احمدی نژاد که حرفای مندرآوردی میگفتند، اینا حرفای حسابی زدن و پروژه های حسابی را نوشتند. دولت شروع کرد به اجرای اینا. اولین اقدامی که دولت کرد برقرار کردن انضباط مالی بود.
انضباط پولی بود. یعنی برای همینطوری ما نمیایم ایجاد پول بکنیم، پول پایه را افزایش بدیم، نقدینگی افزایش پیدا بکنه تا قیمتا بالا بره. همین اعلام این تصمیم اطمینانی که بازارها و مردم از بانک مرکزی پیدا میکنن که ارزش پول قرار نیست هر روز کمتر بشه، خود این قیمتا رو پایین میاره. به تدریج در طی 4 سال حکومت این دولت تورم از 44% به حدود 12% امروز پایین اومد. ولی در مورد رکود هیچ کاری انجام نشد. خب آیا نمیدونستن مشاورای دولت متوجه نبودن که مشکل اساسی دیگر که مشکل بسیار عمده است، مشکل رکوده، مشکل بیکاری میلیون ها جوانه؟ وزیر همین دولت بارها اعلام کرد که ما نه فقط با بیکاری حراسناک روبرو هستیم، بلکه در برابر انفجار بیکاری قرار داریم، برای اینکه در همین چند سال آینده حدود 5 میلیون نفر از دانشگاه ها فارغ التحصیل میشن، وارد بازار کار میشن. ما اون وقت با بیکاری 8 میلیونی روبرو خواهیم شد. برای این باید کاری کرد. خب ولی دولت چرا نتونست کاری بکنه؟ برنامه هم مشاوران دولت نوشتن که برنامه هم اینه، ولی اینها چون میدونن که خب برنامه نویس که اجرا کننده نیست، قدرت دولتی دست او نیست، قدرت نظام دست او نیست، او شخصیت اکادمیکه، او نظرش میگه و با تمام اصرار و الحاح میخواد بفهمونه که ما امروز ایران نیاز به اجماع داره. برای مقایسه کردن و به درستی که همانطوری که شما در مورد برجام به اجماع رسیدید، امروز برای حل مسئله رکود نیاز به اجماع داریم. یعنی اون روز رهبری به اینجا رسید که باید نرمش قهرمانانه بکنه، یعنی کوتاه بیاد. در این زمینه هم تاکید بر این است که اگر تمامی نظام ارادش یک کاسه نشود، اصلاح انجام نمیگیره. برای دولت خواهد چیکار کنه؟ دولت بخواد دستگاه هایی رو که در دست نهادهای پرقدرت به اصطلاح انقلابی اسلامی هست، اینا رو بگیره خصوصی کنه. این میخواد نهاد تولیت آستان قدس رضوی رو که حتی از دادن مالیات رسمی امتناع میکنه، علارغم تصویب دولت که تصویب کرد نباید مالیات بدن، او برداشت نامه ای نوشته های رئیسی به رهبر که امام ما رو معاف فرموده بودن، شما ما رو معاف کنید، رهبرم فرموده شما مالیات ندید. عنایت بفرمید. دولت برای حل مشکل رکود باید این نهادهای انقلابی اسلامی اینها رو خصوصی بکنه و اینها حدود 30-40% اقتصاد ملی هستن. اینا همینطور که عرض کردم در برابر اون مالیات سترگی که مردم زحمتکش و حقوق بگیر و کسب جز میپردازن 86 هزار میلیارد تومان، اینا فقط 1.5% مالیات پرداختن. این بخش بسیار بزرگ اینا مالیات نمیدن علارغم تعارفایی که انجام میگیره، یعنی در انگلیسی میگیم لیپ سرویس. رهبری چند بار گفتن که نه اینا باید مالیات ارزش اضافه بپردازن، ارزش افزوده رو بپردازن، ولی اینا مالیات ارزش افزوده رو شما در شرایطی میتونید بگیرید که برای خرید و فروش این شرکت ها آمار داشته باشید. شما که نمیدونن چی میخرن، چی میفروشن، چه مقداره، چگونه میخواد ارزش افزوده اینا رو بدونید ازش مالیات بگیرید؟ در نتیجه دولت با یک مانع بسیار بزرگ روبرو است. امروز مانع بزرگی تبدیل می شود به مانع عبورناپذیر، یعنی سرنوشت دولت رو، و نه فقط سرنوشت دولت رو، سرنوشت نظام رو و سرنوشت کشور رو در برابر یک بن‌بست قرار داده. اگر مجموعه نظام به اجماع نرسند، قبول نکنند که نیاز به رفرم‌هایی در ساختار اقتصادی دارند و لازمه این خصوصی کردن بخشایی است که امروز زیر نهادهای انقلابی قرار دارند، مسئله رکود در ایران حل نخواهد شد، مسئله سرمایه گذاری حل نخواهد شد، مسئله بیکاری هم تشدید خواهد شد. این از مشکل بزرگ اساسی ایران که در این زمینه راه حل چیست. شما هنوز میبینید که دعوا واقعا بر سر اینا، در مورد هر اقدامی که دولت میخواد برداره، طرف مقابل در برابرش جبهه میگیره. علم این جبهه گیری یه چیز خنده داره، اقتصاد مقاومتی. بنده مطلبی در 25 صفحه نوشتم در مورد اقتصاد مقاومتی چی میگه.
ولی اونایی که دفاع میکنن و این تبدیل کردن به شعار که نمیخونن که نه نوشته بنده نمیخونن نه خود اون نوشته رو میخونن که چیه عنایت میکنید اینا چون رهبری فرمودن اینا حمایت میکنن که ما اقتصاد مقاومتی مرتب اقتصاد مقاومتی رو سر دولت میکوبن دولت هم ناگزیر مرتب بگه که ما منویات رهبری رو در این زمینه تعقیب میکنیم برنامه گذاشتیم منطبق است با اصول اقتصاد مقاومتی معلوم نیست اقتصاد مقاومتی چی میگفت که شما برنامه رو بر مبنای اون گذاشتید عنایت میفرمایید این مشکل اساسی ایران است که در واقع دفاع از منافع بخش‌های خاصی از جامعه که اقلیتی هستن با عناوین قانونی شرعی رسمی در برابر اقدامات اصلاحی دولت قرار میگیره و دولت فرج میکنه ولی دکتر منصور من چون صحبت پولشویی اینا موضوعی مقدار عوض شد من یه توضیح میخوام در مورد یه مسئله بدم که احتمالا شما میدونین اگر ندونین شاید براتون جذاب باشه و حتما مقامات امنیتی میدونن و وقتی من یه آدم عادی در لس آنجلس تا به امروز به 3 نفر برخورد کردم دکتر منصور این 3 تا آدم ملکی در ایران داشتن این عین حقیقت من با اینا رو ضبط کردم آقای منصور ملکی صدا قطع میشه جناب فتی عزیز آن صدا برات نگاه میکنم اینها ملکی در ایران داشتند اون خانه ملک یا هرچی رو فروختن در تهران بهشون پیشنهاد شده که فرض کنیم ملک قیمتش بوده 300 میلیون تومان نه تنها که رسم کشور ماست بالاخره هر چیزی برای فروش بذارن یه چانه‌ای میزنن یه 10 میلیونی بیارن بالا پایین اینا نه تنها چانه نزدن به این فروشنده گفتن آمادگی داری بری پولت رو در کولومبیا دوباره تکرار میکنم کولومبیا تحویل بگیری و به خاطر این زحمتی که قبول میکنی به جای 300 میلیون مثلا 325 میلیون به تو میدیم این دوست نشنیدین اصلا قطع شد کاملا این جمله آخرتون اصلا نشنید بله گفتم به جای مثلا 300 میلیون 350 میلیون برین تحویل بگیرین در بوگاتا در کشور کولومبیا این دوستان که تقریبا داستانشون هم هر 3 تا مشابه بوده بعد از اینکه به هر حال یه چکی میکنن نگران بودن چرا برم کولومبیا بگیرم ولی به قول هر 3 تا گفتن طمع ما رو این که هم چونه ای نزنن هم تخفیفی ندیم همین که 30-40 هزار دلار بیشتر گیرمون بیاد و به خصوص که اینا گفتن پولو از بانک مرکزی کولومبیا میتونین به آمریکا حواله کنیم بریم به آمریکا بگین یه ثروت پدری داشتیم یه ملکی رو فروختیم پولش اونجا تحویل میگیریم این دوستان تعریف میکنن که دکتر منصور وارد بوگاتا میشن ما اینا رو تو فیلم ها دیدیم میرن تو جنگل هایی که نمیدونم مواد مخدر و هروئین لابراتوارهای هروئین سازی است با اتومبیلی این دوست رو میبرن وسط های جنگل که خودش میگه همونجا گفتم که اصلا این چه حماقتی بود که من کردم ولی به هر حال میبرن وسط جنگل یه جایی میرسن ایشون میگن 40-50 پاسدار ایرانی با همون لباس های پاسداران ایران در چمدانی دلارها رو به من تحویل دادن گفتن میخوای بشموری یا مثلا این قیمت همون ملکیه که فروختی اینم حق و زحمته 3 تا اتومبیل هم شما رو میبرم بانک مرکزی کولومبیا البته ایشون گفت قبلا من به وکیلم گفته بودم در آمریکا یه کاغذی گرفته بود که من یه ملک فروختم پولشو دارم کولومبیا تحویل میگیرم از بانک مرکزی پول رو حواله کن به آمریکا که ایشون این راه رو میرن و توضیح میدادن که اگر تو اون جنگل ها که حدود 3 ساعت رفتم اگر با یه گله منو میکشتن و این سامسونایت پول رو میبردن آب از آب تکون نمیخورد ولی در این حال خیلی سیف انسان به قول آمریکایی‌ها سالم اینا رو میبرن اون جنگل برمیگردونن به بانک مرکزی ایشون هم سوار طیاره میشه میاد به آمریکا من خواستم این اشاره بکنم ببینم اصلا شما هم چیزی رو شنیده بودین من 3 نفر 3 آدم همدیگر نمیشناسن در همین لس آنجلس دکتر منصور پخش نشده عرض کردم حتما مقامات امنیتی میدونن وقتی من آدم عادی برخورد میکنم با 3 نفر که پولشون رو در کولومبیا دریافت کردم پول ملک فروشی در تهران و در کولومبیا میخوام ببینم نظرتون رو کوتاه راجع به این جویا بشن بله با عرض معذرت از اینکه صدا رو بسیار بریده شنیدم ممکنه برخی مفاهیم رو نگرفته باشم امیدوارم شما صدای منو دارید بله داریم خیلی خوب عرض بکنم که ببینید این مقوله در واقع به دنیای گانگستریسم مربوطه جناب فتی به عالم اقتصاد مربوط نیست درست. شما میدونید که رقم بزرگ پول به اون ترتیب مثلا 300 میلیون دلار در دست یک نفر اینه بخواد مثلا در چمدون یا در جیب ببره به بانک
وقتی بانک‌ها میخوان پول خودشون حمل و نقل بکنند در ماشین‌های مخصوص و با گارد مخصوص حرکت میدن و با نظامات امنیتی بسیار جدی. طبیعی است این کار گنگستری است و در این که چگونه اتفاق افتاده چی بوده من اطلاعی ندارم، ولی در اون پولشویی قرار میگیره دکتر منصور. درست کارهای گنگستری، ولی به هر حال میخوام بگم دولت درگیری ماجراست. من به این دلیل مطرح کردم که پاسداران ایران در کولومبیا و چطور دول جهانی هم چیزی رو میدونن محال ندونن و جلوش نتونستن بگیرن یا نمیگیرن. خود این محل سوالی که شما ملک در ایران فروختید، پولش چرا طرف میخواد در آمریکا به شما بده و پول بیشتر هم بهتون میده؟ من نمیفهم. بله درست. فروشنده کیست، خریدار؟ از این نظر روی مقوله از کنم مقوله گنگستریست با درون چارچوب بهش رسید، مسئله اقتصادی درسته. بله به هر جمهوری اسلامی از این کارا زیاد میکنه، فقط خواستم این خبر میگم به نظر من اتفاقه. قبل از اینکه بریم به سوالی که به آقای افشینجم خواهش کردم مطرح کنم، یکی از تکستا رو دارم میخواد اینجا مطرح کنم تا برگردیم به بخش دیگه. دوستی آقای دکتر منصور از شما سوال میکنن که کشورهای غربی، چین، آمریکا، اینا بودجه‌های نظامیشون رو هر سال اعلام میکنن. سوالشون اینه که تو ایران سپاه داریم، ارتش داریم، نیروی انتظامی داریم، نیروی قدس داریم، بسیج داریم، اصلا این هزینه نظامی ایران در حد و اندازه های اولا اصلا آیا اعلام میشه و حد و اندازه های کشوری مثل ایران هست اصلا در مقایسه با کشورهای دیگه؟ به نظرم باورش این است که یک هزینه وحش سر ساماوریه که بخشش فشار رو دوش مردم ایران که این همه برای مسائل نظامی خرج میشه. نظر شما رو میخوان جویا بشن. عرض بکنم که ببینید بودجه نظامی ایران در مقایسه با بودجه نظامی کشورهای همسایه زیاد که نیست، کمه. علتش اینه که ایران تحت تحریمه و ایران مجاز به خرید بسیار اسلحه نیست، بهش تحویل نمیدند. در برابر اینها خب کشورهای رقیب ایران در منطقه که عملا هم وارد مخاصمه با ایران هستن یا ایران وارد مخاصمه با اونها هست، نظیر عربستان سعودی، قراردادهای 100 میلیارد دلاری، 110 میلیارد دلار با همین سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا و بعد صحبت 450 میلیارد دلار و بعد از اون عرض کنم سفر جنرال ماتیس به قطر و مذاکره کردن برای 9 تا 10 میلیارد دلار اسلحه جدید و با فنون تکنولوژی جدید به قطر. اینا همه جمهوری اسلامی رو در اونجا محاصره میکنه. جمهوری اسلامی در برابر اینا چون نمیتونه هواپیما بخره، چون نمیتونه سلاحهای مدرن دریافت بکنه، متوسل بشه به موشک، برای اینکه هزینهش کمتره و فنون این رو میتونه از کره و روسیه دریافت کنه. در برابر تمامی اینها جمهوری اسلامی در واقع نیروی نظامی خودش رو میگذاره روی موشک که البته پاسخ اون تسلیحات بزرگ نمیده، ولی به هر صورت یک عامل تهدید کننده هست در اون منطقه برای نیروهای مخاصمی که در برابر ایران قرار داره. از نظر حجم بودجه که در بودجه دولتی اعلام میشه رقم بسیار پایین تریه، یعنی قابل مقایسه با 110 میلیارد دلار ارز کنم خرید اسلحه عربستان سعودی به هیچ وجه نیست. در حدود 20 میلیارد دلار مجموعه بودجه دمدستگاه های نظامی اینها میشود که هزینه پاسداران و ارتش و نیروهای انتظامی اینها در حدود 25 میلیارد دلار، در اینجا هزینه بزرگی نیست. و این مسئله رو با توجه داشته باشیم، فقط مربوط به جمهوری اسلامی نیست، ولی جمهوری اسلامی عملا میتونه در اون منطقه عامل تهدیدی به شمار بیاد، ولی این مسئله به امنیت ملی ایران هست. یعنی اگر نیروهای مخاصم منطقه ولو به خاطر جمهوری اسلامی بخوان به ایران لطمه بزنن، این کشور ایران و مردم ایران است که لطمه خواهند دید. به این ترتیب معقول این است که ایران بتونه یه دمدستگاه دفاعی معتبر داشته باشه که عملا از این محرومه. اخیرا شما اخبار مربوط به خرید سلاح و خرید هواپیماهای روسی رو میخونید که اینا در واقع میخوان نیروی هوایی ایران رو بازسازی کنن. این پیامدهای استراتژیک قابل بحثه که یعنی ساختار ارتشی و نظامی ایران بند می شود به
تکنولوژی روسیه، به سازماندهی روسیه، و این از نظر امنیتی در دراز مدت برای ایران خطرناکه. ولی به هر صورت این راهی است که برای ایران گشوده مونده، برای اینکه از غرب نمیتونه بگیره. در نتیجه ادعاهای روسیه که عملا هم این روسیه مثلا میدان جنگ سوریه رو تبدیل کرده به لابراتواری که سلاحهای خودش به جمهوری اسلامی بفروشه، نشون میده که من اینجا این هواپیماهای کارآمد رو دارم و اینا رو به قیمتهای گزاف جمهوری اسلامی ایران بده به نام نوسازی نیروی هوایی ایران. این انجام میگیره در ایران. ولی به هر صورت مقوله دفاعی و بودجه دفاعی ایران مسئله است که به امنیت ملی ایران برمیخوره، ولو که ایران در اونجا با نظام سیاسی که دارد هرچی که در دست او هست عملا تهدیدی برای منطقه و جهان هست. ولی یه طرف دیگرش دفاع از مملکت هست که این خواهانها ناگزیره و این به ملت و سرنوشت کشور مربوط میشه. سپاسگزارم. آقای افشین جان، سوال برحال این مؤسسات مالی رو مطرح بکنیم، ما فرصت زیادی نداریم متاسفانه، خط هم نمیتوانیم باز کنیم. این صحبت های آخر دکتر خیلی بحث انگیزه به خاطر اون شمول مسائلی که مطرح کردن، که امیدوار هستم در آتیه بتونیم از دکتر استفاده بیشتری بکنیم و اینها رو بشکافیم، برای اینکه واقعا این مسائلی که مطرح شد در حقیقت چیزهایی است که مردم ایران بهش آگاهی ندارن و متاسفانه همون چند نفری هم که دکتر اشاره کردن به متخصصین اقتصادی که در ایران هستن، اونا هم صداشون بریده شده و اجازه صحبت ندارن، یعنی اگر هم صحبتی داشته باشن متاسفانه خفه خواهند شد. من برمیگردم چون وقتمونم کم هست دکتر، یک موضوعی که از این روزها بیشتر مطرح شده و ویدیوهاش هم بسیار بسیار در یک سطح وسیعی گسترش پیدا کرده، این مالباختگان هست. مالباختگانی که مؤسسات مالی به هر نحوی که از شما جناب علی خواهش میکنم که توضیحات بیشتری رو برای آشنایی مردم بفرمایید، این که چگونه ما به اینجا رسیدیم، این وضعیتی که الان به وجود اومده که مردم سرمایه عمر خودشونو گذاشتن به خاطر اینکه بتونن از سود اون یک مقدار زندگیشون تقریبا بگذره، که البته خود اون مسئله سود اگر جناب علی اشاره بفرمایید یا اگر فرصت نبود من سوال بعدی رو مطرح خواهم کنم راجع به سود. میخواستم که اینو برای مردم ما بشکافیم دکتر و ببینیم که مشکل ما کجاست، بیماری ما کجاست و چجوری میتونیم از این مخمصه خارج بشیم، و در حالی که این موضوع یک چلنجی هست، یک مشکلی هست که دولت باید باهاش روبرو بشه، وگرنه یکی از مسائل آپرایزینگ و یا بلند شدن مردم به خاطر این نابسامانی از اونجا شروع میشه. البته بعد اشاره بکنم متاسفانه اون کسایی که مال باخته هستن الان ریختن تو خیابون، در حالی که این مشکل اساسی و کلیه برای مملکت. خواهش من یه کوتاه به این اضافه کنم دکتر منصور، من یه ویدیویی از معاون بانک مرکزی خودم دیدم، ایشون میگه که در هیچ جای دنیا بانک مرکزی یا هیچ جای دیگه تعهد پول نمیکنه. شما بهتر میدونین در آمریکا FDIC این بانکای کوچکتر که باز میشن، فکر میکنم اگه اشتباه نکنم تا حداقل تا 100 هزار دلار دیپوزیتاشون رو گارانتی میکنه. اگر اشتباه میکنم شما در این مورد توضیح بدید، بفرمایید. درست. ببینید مقوله که جناب افشین جان مطرح کردید یه مقوله بسیار بسیار مفصله. در این زمینه مثلا فقط یک نمونه عرض کنم، من مدت یک سال در دوره های فوق لیسانس و دکتری دانشگاه عرض کنم لندن وستمینستر تدریس کردم روی بانکداری و نظام مالی به اصطلاح اسلامی. یعنی مطلب زیاده، کتابنامه‌ای که در اختیار دانشجویان قرار دادم از چند صد فقره بالاتر میره، کلی نوشته وجود داره. ولی این مسئله رو باید کوتاه کنیم، در یه ظرف کوتاه نظیر یک مصاحبه بتونیم بریزیم. ببینید یکی از قربانیان نخستین انقلاب اسلامی بانک‌های سترگ و برجسته ایران بوده.
خب خیلی قربانی داشت. دستگاه غذا یه قربانیش بود، دستگاه آموزشی یکی دیگه بود، دانشگاه یه قربانی دیگه بود. با اونا فعلا کار نداریم. یکی از بزرگترین قربانی های انقلاب اسلامی نظام بانکداری مدرن بود. از همون روز نخست شروع کردن به این که بهره دادن یعنی ربا دادن، ربا گرفتن و حرامه. خب در مدت یکی دو سال آینده قانون رو گذروندن به نام قانون بانکداری بدون ربا و این در واقع ستون فقرات بانکداری ایران رو در هم شکست. پیش از این فاجعه دیگری انجام گرفت و اون دولتی شدن بانک‌ها بود. یعنی تمام بانک‌ها ادغام شدن در یک دو بانک و اینا ادغام شدن در اختیار دولت قرار گرفت. خطر این قضیه این است که بیزنس بسیار بزرگ نظیر بانکداری وقتی در دست دولت قرار میگیره، پول مردم در قلک دولت قرار میگیره. دولت میتونه هر سو استفاده از اون بکنه. خب حالا اومدیم به این بانک‌های دولتی شده. این بانک‌های دولتی شده در زیر اون سر و صدای بزرگ اسلامی کردن همه چیز اسلامی شدند. مقوله اسلامی شدن به این معنا بود که شما مقررات بانکداری رو که از دنیای مدرن برخواسته، سازمان‌ها و نهادهای علمی بسیار زیاد، برندگان جایزه نوبل داره، مکرر در مکرر، اینا علوم بسیار برجسته و ظریفی هستند. عرض کنم مثلا به آقای بلک و آقای شولتز، برنده مدلشون به نام بلک اند شولتز در کتاب‌های فایننس مورد بررسی است و دانشجویان فوق لیسانس دکتری روش کار میکنند. پس اینا حرف هوا نیست، مطالب بسیار استواره و علم اقتصاد یکی از استوارترین علوم و بعد از فیزیک ریاضی ترین علوم انسانی است برای انسان و جهان. ملاحظه بفرمایید من داستان رو کوتاه بکنم. نظام بانکداری بزرگ ایران که در ردیف های بالا، ردیف پنجم جهانی قرار داشت، این تبدیل شد به بانک دولتی، بعد تبدیل شد بانک اسلامی. بانک اسلامی یعنی این که شما مقررات بازل رو اجرا نمی کنید، اصول کسب و کار بانکی رو کنار میگذارید و با عقود فقهی وارد کار میشید. حالا چه تناسبی وجود داره؟ ببین بعد 40 سال این آقای تبانیا کی بود، مشابه چیز کاندید ریاست جمهوری، ایشون 2-3 بار تکرار کرد که آقا بانک مؤسسه غربی است و ما عقود فقیر رو به صورت مصنوعی بهش تحمیل کردیم، با این عقود بانک ها نمی فهمند دارن چی کار میکنن. ولی من این رو به صورت عملی در بیارم تا شنوندگان و بینندگان عزیزم متوجه بشن که چه اتفاقی افتاد. بهانه این بود که میخواند ربا را حذف کنند. اولین نکته این است که آیا آن چیزی که ما در بانک میدیم میستانیم به عنوان بهره، این ربا هست یا نیست؟ خب فقها یکی از ویژگی هاشون این است که از تمامی علوم مدرن کاملا بی بهرند. اینا نه فیزیک میدونن، نه شیمی میدونن، نه ریاضیات میدونن، نه اقتصاد میدونن، نه هیچ علم جدیده. توجه می‌کنید؟ اینا یه سری معارفه که در واقع در زبان متفکر بزرگ پارتو اینا رو می‌گیم رزیدو، یعنی پوسته هایی که باقی مونده، مضمون اون از بین رفته. این علم نیست، این معرفت نیست. آن چیزی که در حوزه علمی تدریس می‌شود علم نیست، یه سری انکدوته که از گذشته مونده و امروز به درد هیچ مسئله ای نمیخوره. ملاحظه بفرمایید با این اسلامی شدن چندین اتفاق افتاد. یکی این که یکی از اصول کار بانک ها این است که شما وقتی میرید به بانک از اونجا وام بگیرید، اولا کار بانک این است که پولهای خورده، پولهای کوچیک پس انداز کنندگان رو جمع میکنه، اینو تبدیل میکند به چشم بس قدری
صدا دایی رجنا بله داریم دوباره درست شد. صدای شما برای یک لحظه قطع شد. بفرمایید خواهش می‌کنم. بله کار بانک این است که پول‌های کوچک پسنداز کنندگان رو جمع می‌کنه، اینه به صورت جریان‌های قوی‌تر سرمایه در میاره، در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌ده و اون سرمایه‌ها ایجاد تولید می‌کنن، ایجاد اشتغال می‌کنن. ولی در این جمع‌آوری و وام دادن بانک چه کار می‌کنه؟ اولاً منی که مراجعه بکنم برای گرفتن وام، از من پروژه میخواد، میگه این پول رو میخوای برای چی کار بکنی. در نتیجه ارزیابی پروژه یکی از فنیات بانکداری است که برای اون تخصصهای 2-3 ساله لازمه حداقل، که اونایی که ارزیابی پروژه میکنند اقلا 2 سال درسش بخونن، بعدم در تجربه بیاموزن. این ارزیابی نشون میده که آیا به پروژه وایابل هست، معتبر هست یا نه. بعد از اون که معلوم شد بله پروژه معتبره، وثیقه میگیرن. یعنی منی که میخوام مثلا 1 میلیون 1 میلیارد پول بگیرم از بانک، میگن خب اگر این پول رو نتونسته پس بدی چی داری؟ ملک داری؟ سرمایه دیگری داری که اختیار ما بذاری به عنوان تضمین ضمانت؟ پس وثیقه شرط دومه قضیه است. بانکداری وقتی اسلامی شد اینها ارزیابی پروژه رو لغو کردن و گرفتن وثیقه رو گذاشتن کنار. خب در کنار این عقودی که وارد شد، مثلا عقود مشارکت و مضاربه و حدود 7-8 عقد دیگر، نظیر بیعالعینه، نظیر مساقات، نظیر، خب این عقود که در واقع چیزهای بسیار پرینتیو و ابتدایی هستن، اینا رو وارد کردن به بانک. وقتی من میرم از بانک پول میگیرم و با مضاربه وام میگیرم، اون فرض کنین 1 میلیارد تومانی که بانک در اختیار من میگذاره، بانک مضاربه، صاحب سرمایه است و من عامل هستم. طبق قرار مضاربه عامل در برابر سرنوشت پول مسئول نیست، مسئول مضاربه. یعنی اگه من پول وام گرفتم اومدم پول سوخت، من مسئول نیستم، مسئول بانک. در اگه بانک اجرا کننده نیست. خب در این صورت شما حساب بکنید، من که از بانک وام گرفتم، وثیقه هم نگذاشتم، پروژه هم ارائه نکردم، سودم در اینه که ورشکسته بشم پول دست من، برای اینکه وقتی ورشکسته شدم بانک نمیتونه از من پول رو پس بگیره. شق دیگری که مشارکته. خب در مشارکت وقتی من میرم از به بانک پسنداز میکنم، با پسنداز خودم در بانک شریک میشم. شریک حق دارد از کسب و کار شرکت اطلاع داشته باشه. این اطلاع رو داره؟ این اطلاعات رو اختیارش قرار میگیره؟ نه، تا کنون نه. اون وقت اونی که میره از اونجا وام میگیره، بانک شریک او میشود. وقتی بانک شریک آدمی گرفت، فرض کنه پول گرفته برای ساختن ساختمون، بانک شریکشه. لازمه این شراکت این است که به حسابداری اون دخالت کنه، یعنی حسابداری دیگری جدا از حسابداری خود بانک پدید بیاره که به حسابداری تمام شرکت‌ها برسن. چنین چیز عملا غیر ممکنه. تازه این حسابداری فرض کنید انجام گرفت، حسابداری نشون میده که این کسب و کاری که من با شرکت فلان آقا پدید آوردم اینقدر سود داده. اگر سود داده بانک در اون شریکه، ولی اگر زیان داده، خب در این صورت هم اون بابا ضرر کرده هم بانک ضرر کرده. ولی تکلیف پسنداز کننده چی میشه؟ علل اصول باید این ضرر رو از پسنداز کننده که سهامدار بانک شده پس گرفت. جمهوری اسلامی در 38 سال اینو پس نگرفته. نشون میده که عملا مقررات میگذاره که در از اجراش ناتوانه، غیر معقوله اجرای این قضیه. پس به این ترتیب بانک ها با این تحولات بسیار بنیانکن روبرو شدند که نتیجه اون در واقع ترویج لاابالیگری برای وام گیرندگان بود. چون وام گیرنده در کنار این داستانی که عرض کردم، شما خودی و غیر خودی رو بگذارید که از بعدی دیگری وارد داستان وام گیری شد، در اونجا خودی ها میان با توصیه دولت وام میگیرن، مسئولیتی هم ندارن در برابر سرنوشت این. در نتیجه بعد اینکه پول رو گرفت، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود 66 حدود 46% این پروژه ها و این حرف اصلا وجود خارجی نداشته.
وقتی با ما گرفتن پول در اختیار اینا قرار گرفت. بعد در دولت احمدی نژاد با پدیده دیگر روبرو شدیم و اون وام های تکلیفی بود، یعنی بانک ها با تکلیف دولت بود که پول رو در اختیار کسان و مؤسساتی قرار میداد. نتیجه چنین وضعی این شده است که در حدود 100 تا 150 هزار میلیارد تومان، یعنی 150 تریلیون تومان از پول بانک ها در اختیار مردمی است که پس نمیدند و دولت هم رسما اعلام کرده که ما زورمون به اینا نمیرسه، برای اینکه اینا گردن کلفتن، برای اینکه اینا پشتشون به دستگاه امنیتی نظامی گرمه، ما نمیتونیم اینا رو پس بگیریم. در کنار این حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی خود دولت است به نظام بانکی کشور، شد 250 هزار میلیارد تومان، 250 تریلیون تومان. وقتی این رقم سرمایه های بانکی که در واقع پسنداز های مردم هم قفل شده باشه، متسلب شده باشه، بانک ها توان وامدهی ندارند و عملا ورشکستند. در کنار این پدیده نکته دیگر رو توضیح بدم و اون این که بانک ها وقتی این وام ها رو میدند طبق حسابداری در دفتراشون وارد میشه به عنوان وام های اعطایی. خب حساب بفرمایید مثلا 100 میلیارد تومان وام اعطا، اینقدر پسنداز ترازش باید بخونه، اینقدر پسنداز جمع کردیم، اینقدر هم وام دادیم. ولی شما وقتی میدونین که وامی که دادید پس گرفتنی نیست، ورشکسته هستید، اون وقت چرا این اعلام نمی کنید؟ یعنی اگر واقعا بیایید اینها رو برین دنبالش وصول نمیشه. اگر بیان چونه بزن بگه آقا در برابر هر تومن 5000 بدید ما اینو قبول میکنیم، در این صورت ترازنامتون به حد ورشکستگی میفته. یا بانک رفته چکار کرده؟ برای اینکه پول، این پولی که در اختیارش از سرمایه خودش یا پسنداز مردم، دولت تکلیف نکنه که وام بده، رفته زمین و ساختمان خریده. امروز قیمت ساختمان افتاده به نصف، به یک سوم. خب اگر امروز بیاید این ساختمان رو بفروشه دوباره ورشکسته است. پس به جای فروختن این، یا به جای اینکه اعلام کردن اینکه این وام ها دیگه جمع نمیشن پس نمیان، اینها رو استمهال میکنند. استمهال یعنی مهلت میدیم به اینا. یعنی چیکار میکنیم؟ آخر سالی که قرار بودیم بدهی پرداخت بشه، ما این رو فقط از طریق حسابداری، ولی پولی وارد و خارج نمیشه، وارد میشیم، میگیم این وارد شد دوباره به همون آدم وام داده شد، در نتیجه ایجاد بیزنس میشه. یعنی پول وارد شد دوباره وام دادیم، از اینجا هم سودی پدید میاد که مدیران بانک ها میتونن سهم خودشون رو بگیرن. در نتیجه مجموعه نظام بانکی تقریبا به استثنای دو سه بانک دیگر همه ورشکستند، ولی این رو نمیخوان سر این دیگه بردارند، همینطوری میخوان نگه دارن. این مشکل اساسی است. حالا برای یک تصویر جامعه تر در اختیار داشته باشیم، این داستان بانک هاست. در کنار بانک ها در ایران مؤسسات اعتباری غیر بانکی پدید اومد و اینا رو تمامی گردن گلفته ها، عموما سپاه و بسیج، به این کار پرداختن و البته روحانیت بزرگ، چون قدم اول روحانیت بزرگ برداشتن که آقای خامنه‌ای هم جز یکی از اونا بودن، آقای اردبیلی یکی از اون افراد بودن. عرض کنم به تدریج این گسترش پیدا کرد، سپاه و بسیج سازمان های فراوانی رو پدید آوردن به نام مؤسسات اعتباری، به نام جنریک مؤسسات اعتباری غیر بانکی. مؤسسه اعتباری غیر بانکی چیکار میکنه؟ دقیقا کار بانک رو میکنه، یعنی پسنداز مردم رو میگیره و اینا رو وام میده به دیگران. منتها چون اسلامی شدیم به مردم بهره نمیده، به جای بهره عرض کنم همینطوری که بانک ها میکنن قرعه کشی میکنیم فلان از این حرف. این مؤسسات اعتباری غیر بانکی تفاوتی دارن با بانک ها. بانک، هر بانک تجاری مشمول اوامر و نظارت بانک مرکزی است. بانک مرکزی مقرراتی داره، اینا رو از بازل، بانک به مرکز بانک‌های جهان در سوئیس میگیره و اینا رو اجرا میکنه. مثلا میگه که هیچ بانکی حق ندارد بیش از دو سوم پس‌اندازهای خودش رو وام بده. خب این مقرراتی است که باید اجرا بشه. ولی بانک‌های غیر بانکی، مؤسسات غیر بانکی تعهدی به اجرای فرامین و تصمیم‌های بانک مرکزی نداره.
یه ضعفی هم دارن و اون ضعف این است که خب اینا نمیتونن از بانک مرکزی وام دریافت کنن، در حالی که بانک ها میتونن از بانک مرکزی وام دریافت کنن. خب تعداد این مؤسسات بانکی، مؤسسات اعتباری غیر بانکی که در حدود طبق تخمین ها حدود 40% نقدینگی کشور رو در اختیار دارند، رقم بسیار بسیار بزرگی است. اینها مشمول مقررات بانک مرکزی نیستند، در نتیجه از فرامین بانک مرکزی از کنم معافن بیرونند. بانک مرکزی و تعدادشون از 500 تا تجاوز کرد. برخی از اینا به مرحله رسیده که درخواست کرده بانک بشه و بانک هم با شتاب زدگی برخی از اینا رو وارد کرده. سرمایه های بسیار بزرگ، نظیر من 200 میلیون دلار سرمایه داره یه مؤسسه غیر بانکی، درخواست کرده بانک بشه، بانک هم بهش رسیده گفته با این تغییرات میتونی بانک بشه شدی، ولی اکثریت نشدن. علارغم اختیار دولت که همه باید زیر چتر بانک مرکزی جمع بشید نشدن و دولت هم ابراز ضعف کرده که ما نمیتونیم این کار بکنیم. خب در کنار این چند صد مؤسسه اعتباری غیر بانکی، یه پدیده دیگری وجود داره. اون پدیده عبارت است از صندوق‌های قرض الحسن. سابقه طولانی در ایران داره، به ویژه در بازارها اینا. منتها اون روزا چیزای بسیار کوچیکی بودن، یعنی 4 تا حاجی در بازار دور هم جمع می‌شدن، میگفتن آقا بیاین نفری 1000 تومان بذاریم اینجا، کسی که میخواد مثلا دخترش شوهر بده پول نداره بهش کمک کنیم، بعد به موقع بیاره بده، از این پولی هم که دادیم بهره نگیریم. کار بسیار خوبی بود و این همیشه انجام می‌گرفت. منتها با جمهوری اسلامی این به صورت یک کسب و کار میلیاردی در اومد. اولین قرض الحسنه ها به توسط روحانیت حاکم ایجاد شد. تعداد مؤسسات قرض الحسنه از 19000 فراتر رفت در ایران. برای اینکه بیزنس بسیار کسب و کار داری، نون آب داریه. اینا پول مردم رو جمع میکنن، بهشون بهره، پولا رو جمع میکنن، بهره نمیدن. بعد این قرض الحسن ها، اون کاری که من گفتم برای کسی که میخواد دختر شوهر بده، اینا این نیست، وارد بیزنس شدن، زمین خریدن، ساختمون ساختن، قاچاق کردن، با این پولا تمام کارهایی که یه بیزنسمن فاقد اخلاق و با اخلاق میکنه این کارو کردن. در نتیجه پولای کلانی به گردش در اومد. دولت کاری کرده مهلت داد تا 15 اردیبهشت 1392 همه اینها باید بیان تجمیع بشوند. یعنی ما به جای 19000 تا صندوق قرض الحسن، بیاین آقا شما جمع بشید یه مؤسسه بزرگ قرض الحسن درست کنین، شما سهامدار مؤسسه بشید. این هم انجام نگرفته، یعنی این پراکندگی هنوز ادامه داره. خب این بخش از کنم رسمی یا سازمان یافته شده. دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم، بفهمید ادامه بده. بله، پس در این صورت مسئله کوتاه کنم. فقط مسئله دیگری وجود داره که با جمهوری اسلامی کاملا بی جواب مانده و اون هم فاینانسیست، امور مالی است، که تحت عنوان سهم امام، خمس، زکات، رد مظلمه و نظایر اینها و صدقات به روحانیت پرداخت می شود. اینا در تمام این کشورها حساب و کتابش با اداره مالیات داده میشه، ازش مالیات داده میشه. در ایران همینطوری در بس است و اصلا سخنی در این زمینه گفته نشده. اینم در علم سیاسی ده. این تصویر کوتاه و جامعی از این قضیه است که در واقع مسائل بسیار بغرنج و توریک جدی توشه و این نشون میده که از کنم روحانیت مثل بسیاری از امور در برخورد با پدیده پولی و مالی عملا فقدان اطلاع خودش رو، ناتوانی علمی و فرهنگی خودش رو به منصه ظهور رسونده. دکتر مسعود سپاسگزارم. متاسفانه عرض کردم 3 تا 4 تا سوالای ساده، البته ساده یعنی کوتاه بود، مفید، ولی پاسخش زمان میبره. از شما سوال شده بود که آیا آقای روحانی موفق شده تورم رو کنترل کنه یا از افزایش تورم جلوگیری کرده. به نظر من این سوال مهمی است.
چرا برجام منتهی به زندگی بهتر برای مردم نشده. خود من علاقه‌مند هستم یه روزی آقای دکتر منصور خیلی کوتاه بگم این انتخابات که بود، این 3-4 نفر حالا انتصابات یا هر چی کنار هم نشسته بودن، ولی به نظر من مسائل خیلی مهمی تک تک اینها مطرح کردن، آقای میرسلیم، آقای نمیدونم رئیسی، وقتی صحبت نمیدونم حاشیه نشین ها میکنن 10-11 میلیون، این دیگه پدیده خطرناک اقتصادی. ولی متاسفانه امروز ما فرصت نداریم، فکر میکنم که شما موافق باشین که حتما در این زمینه ها باید صحبت بشه. من فقط شما سپاسگزاری میکنم که این وقت شب در لندن وقتتون رو در اختیار این برنامه گذاشتید. بسیار ممنون هستم. از آقای افشینجان سپاسگزارم، از اتاق فنی متشکرم که روز تقریبا میشه گفت نیمه تعطیل لس آنجلس به دلیل 4 جولای براتون تعطیلات روز خوبی رو فردا آرزو میکنم. تا دیداری دیگر دوشنبه آینده، خدا نگهدار همگی.